سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همینجا کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه رو می‌خوایم بررسی کنیم، اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه کانال رو سابسکرایب کنید. نکته رو میگم به بیننده های قدیمی، حتما سابتون رو چک کنید که نپریده باشید، جدیداً سابا کمتر میپره و حتما اگه پریده ساب کنید و دمتون گرم. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم اخبار رپی رو داشته باشیم. برنامه رو با یکی از بهترین خبرهای چند وقت اخیر رپ فارسی شروع می‌کنیم. اتحادی شکل گرفته بین رسانه‌ها و آرتیست‌ها. همونطور که می‌بینید استوری رو گذاشت خشیارسار به این شکل، خب خیلی از آرتیست‌ها هم حمایت کردن. حالا داستان چیه؟ یک سری رسانه اومدن و قراره که کمک کنن به آرتیست‌ها و کارا رو دزدی پخش نکنن، از دزدی پخش شدن کارا جلوگیری کنن و همون لینک معتبری که خود آرتیست شیر می‌کنه رو شیر کنن و اینجوری کمک کنن به رپ فارسی و ویو گرفتن بیشتر توی پلتفرم‌های مثل اسپاتیفای، یوتیوب و ترند شدن کارا توی جهان. دم هر رسانه‌ای که به این داستان اضافه شده و داره حمایت می‌کنه گرم، دم هر آرتیستی که اینو حمایت کرده گرم و مطمئن باشید که به زودی خبرهای خیلی خوبی برای رپ فارسی میاد و اتفاقای باحال میفته. خیلی هیجان زدم برای این داستان، دوست دارم که خروجیشو به زودی ببینم و دم همه گرم و خسته نباشید، مطمئن باشید که به زودی رپ فارسی خیلی قراره پیشرفت کنه. اگه لایو مشترکی که داشتیم با پوریا پوتک، خشیارستار و سوال سوال که دیده باشید میدونید که آلبوم جدید پوریا پوتک در راهه. حالا چه فرقی داره این آلبومش با آلبوم‌های دیگه‌اش؟ این آلبوم قراره که پرودوس و پروداکشنش با خشایار اس آر باشه و توی لایو اعلام کردن. هیچ خبر قطعی فعلا نیست که بدونیم چند تا آهنگ یا اسمش چیه، اما حتما یه آلبوم مشترک از این دو خواهیم داشت. پرهام سزار یه سری استوری گذاشت و خبر از بازگشت خودش داد بعد از 5 سال به رپ فارسی، همچنین خبر از بازگشت گروه تنبه ده داد. اما به نظر میاد که مهدی آلفا و علیتن بر نخواهند گشت و تنبه ده قراره با 3 عضو ادامه بده به کارش و آم ها و رضا مطیع و شالاتان باشن. حالا خبرهای قطعی رو قراری که بگن، اما این خبره داریم که تم بده و پرهام سزار قراره برگردن. کنی سبق روال هفته های گذشته آرتیست های مهمان آلبوم روانی رو معرفی کرد، همونطور که در ادامه میبینید مهیار، زخمی و لیتو هم در این آلبوم حضور خواهند داشت. اسب زخمی که خورد زمین، منتظر مرگ، منتظر بشه خلاص. بهم گفت قبل این که بشینی در و درز، ببین وا میکنن اگه نکردم بد میکن. هم موقع که پشت در هست بزن فهمیدم درستم جایدن و میو کم تر و چشم برد بید با افتر ددان بای پست خبر از سومین سینگل ترک آلبوم از این بالا رو داد که اسمش فاله به همراهی لیتو. خیلی وقته که علیرضا جی جی و سیجل خبر از آهنگ جدیدشون میدن به اسم از من چه خبر. این هفته کاور این ترک منتشر شد و به نظر میاد خیلی زود قراره پخش بشه. لیتو با یه سری استوری در حال ضبط خبر از آهنگای جدیدش داد. سینا سیکا صحبتایی رو از خودش منتشر کرد که درباره آلبوم سیاسفید صحبت میکنه. با هم میبینیم. از آلبوم چه خبر، آلبوم که قرار ریلیز بشه، اینو بگم که آلبوم اسمشو فکر کنم بدونین سیاسفیده و تو یه روز قرار ریلیز بشه. دو تا آلبومه که یکیش تو روز میاد و یکیش تو شب. کلن 12 تا ترک، 6 تا سیاه 6 تا سفید. و کمپانی فارس با تیزر خبر از آلبوم استعدادیابی جدیدشون دادن به اسم هامی. آرتیست های مثل سینا تم، امیر خلوت و امیر اپیکور هم داوران این مجموعه هستن. با هم تیزر رو میبینیم. هامی آلبوم هامی، کاری از کمپانی فارس. استعدادیابی هامی، چالش حمایتی هامی، یا بهتر بگیم آلبوم هامی، کاری از کمپانی فارس. شرایط حضور فقط با پرداخت از این آهنگسازی. پخش آلبوم از سر و سر رسانه های معتبر.
دو برنده اول چالش حضور به صورت کاملا رایگان در آلبوم ترکش دو به انتخاب داوران. فرصت رو از دست ندید اگر استعداد دارید. مدگل بای پست خبر از اولین آهنگ تکیش داد به اسم دیگه دیره که قرار 5 آپریل پخش بشه. حامد اسلش هم خبر از سرک رخ عقاب داد، این آهنگ دیسی خواهد بود به رضا پیشرو که قرار به زودی پخش بشه. آلبوم هفت اقلیم از سالو ام سی هم برای پیش فروش گذاشته شده، لینکش رو دیسکریپشن هست، میتونید خریداری کنید. این هفته بازار دیس و دیسبک ها داغ بود، سه تا دیسترک داشتیم، دوتا از بچه های پایدار، یکی از بچه های زد بازی. اول از همه ارفان آهنگی رو منتشر کرد به اسم راکسار که دیسی بود به مهراد هیدن و سامان ویلسون. بعد از اون مهراد هیدن و سامان ویلسون ترکی رو منتشر کردن به اسم عروس که دیسبکی بود به ترک راکسار. اما این پایان ماجرا نبود و در آخر تا این لحظه دیسبکی رو منتشر کردن بچه های پایدار، یعنی ارفان، جیدال و افتاهیل به اسم میگیرم روت. ترک ها رو به ترتیب پشت هم میشنویم. راکساری گفته کی به تو پسر؟ کی؟ صدا نمیرسه جیغ تو بزن. راکساری گفته کی به تو پسر؟ کی؟ یه ترید میر بود و آب سی به تو بزن. رفساری گفته کی به تو پسر؟ میپیچم بهت که برات خیلی زشت میشه، دفعه بعدم ام جی و جی میان تا قیمشه، این نه سفته نه نرمه دایی یه چی بینشه، جلوم صاف وایسا انگاری یه چی بینته. آ چه حال خوبی، شنیدم خندیدم فکر کردم این کاره بودی، شیرین تا قندیل تا یه کاپ کاله بودی، استاد ماشه بودم تو استاد ماله بودی. ترک پایان رو داشتیم از سوگند. دو تا چش خیز خاطره آریز بریز، مثل یه یادگاری یه قشنگ که دیگه نیست، مثل یه آسمون بارونی یه جای خیز یه راه خیلی. ترک پسکو از علی ازا. کل دنیا رو گشتم من، نیومد چیزی دستم من، فهمیدم عشقی مثل تو دل منو نشکستم، دیگه بیدار میشم پشت سرم نیست. بالاخره بعد از مدت‌ها 12 فروردین ماه آلبوم زاخار اصلی از سهراب ام جی منتشر شد. هی گفتن من بیشتر دیدی، بگو نه بدون هیچ تردیدی، اگه دارن توی گوشات میخونن و تو هم داری هی گیشتر میشی، خواست بده بهت مشروب کسی تا دست رود که صاحبون زاخار و نرده بونه بدخواها، شاکیان همو کرده کف خوابا، خورد شده دیگه همه جور اعصابا، بگو جمع کنن دم خونه اسبابا رو، وای یه وقت بام بد نشیم. آلبوم گروهی بادبان از ترامون با حضور رز، سفیر، بامداد، کابوس، ودا، دیگرد و رودی منتشر شد. ماهی طلا توی تور، روز شانس میتابه نو، میلقصه توی دست میزنه با هم حرف میگه، آزادم کنجاش با کنار زو، حقیقت داشت وجودم رنگ تو تنور آسمون به نوشه جام جانم، رهاشم از یو غبر و بوم، تو راه منو بکش به زنجیر نور، تا من سر بدم از باور شب داده هر دومون، میونه پیچ پیچ خشم تو دریای مردن. خب بالاخره بعد از مدت ها همونطور که قولشو داده بودیم، البته یه بار بدقولی شد که من عذرخواهی میکنم، قرار بود هفته فروردین برسه دستتون که تقریبا شد دهم و من عذرخواهی میکنم، اما رپ بتل پوریا پوتک و کچی بیت بالاخره اومد بیرون، خیلی جواب گرفت و دم همه که حمایت کردن گرم، یه رکورد به جا گذاشت، اولین موزیک ویدیو رپ فارسی بود که رفت تو ترند جهانی و بین رتبه 63 تا 57 جابجا شد، حدود 5 ساعت تو ترند موزیک ویدیوها بود و این خیلی خبر بزرگیه. خسته نباشید میگم به بچه‌ها، دمشون گرم، مرسی از همه شما که اینجوری ویو میزنید. من رکوردهای حالا رپ بتل تو یه ویدیو دیگه گفتم، اینجا زیاد طولانیش نمی‌کنیم، میریم با هم یه قسمت از رپ بتل رو ببینیم. لوزرا چی میگن ایلومناتی، پای بای فای خای مال ویوراتی، با تو میکنیم ما دیوونه بازی تو از یه تکون بده شل تکون، حالا تو این بتل رو ورسه من بتکون. اجرای جدیدی رو داشتیم از جاسینا که دیسی بود به مهراد هیدن و سامان ویلسون.
سن سی و چند رسیدی ننو خام مغز دیگه گوش نمیدم تو جیاتون لبریز کاس سر نه پول بابا هاتون و نه زندگی تو فرنگ نداد یاد بهتون احترام به حقوق بشرم دقیقا اجرای جدیدی رو داشتیم از معراج آه ببخش اگه میرنجی ازم اگه میدیدی که از خلقیامو میرفتی عقب اگه درکم نمیکردی میگفتی بیظرفیتم اگه تو پر انرژی من یه گوش دیاکتیوم است ببخشی اگه یه بحثو میکردی ملم تو جام نبودی اجرای دستای تو رو داشتیم از سجادی به همراهی شروین خاطر اومس من تورم کشت من که با همه میخندم با خودم بغض هنو هرچی میخورم یکی واسه تو میریزم هنوزم خیلی شب و خواب تو میبینم نبود تو میارن نیو آرتیست ها رو با یه خبر خیلی خوب شروع میکنیم. پوری که یکی از آرتیست های خوب نسل چهاره با یه استوری خبر از این داد که قراردادی رو با سونی موزیک امضا کرده و آهنگاش قرار از طریق این کمپانی پخش بشه. سونی موزیک یکی از 3 شرکت بزرگ موزیک سراسر دنیاست و این خیلی خبر خوبیه. به همین مناسبت هم اجرایی رو پخش کرد. به ترتیب استوری ها و اجراشون میبینیم. خیلی مخلصم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی بی مقدمه میریم برای خبر خوبه. خبر خوب این که من با شرکت سونی میوزیک، یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده موسیقی جهان، یه فکر کنم همه تو میشناسیدش، قرارداد امضا کردم. خیلی خوشحالم چون باعث اتفاقای خیلی بزرگی میشه به نظرم. انشالله خیلی زود استریما به مرحله میلیونی میرسه، خیلی زودتر از چیزی که فکرشو کنید رو استیج خیلی خفن میبینیم همون. خوشحالی بزرگترم واسه اینه که این چارچوبای مضحک اپ فارسی هم شکسته میشه. امیدوارم یه راهی باز بشه برای بقیه بچه هایی که دارن فعالیت میکنن. این که حالشو ببرید دیگه، شدیدن منتظر ترک ها باشید. ترک های خیلی خفنی تو راهه و 2 هفته دیگه هم اولین ترکمون از سونی تو همه پلتفرماش قرار میگیره. ششید. دهن که بی موقع وامیشه رو گل بگیرش، یه قانون سگی که پارس کنه نمیگیره. تو که رفته زبار در پند زرات و تخت، اونجا که شما شاشیدید من کردم جنازه دفت. کی میگه کثیف رپ، رپ فارسی تمیزه، چون 2 کار میدم رپ کنم میرن یه ما تو کف. میدوم خلاف باد من موندم حتی وقتی بود شرایط هاد من، جوری که نشن هیچ جوره دشمنم شاد. الان بگیری روم نمیمونه شلوارت پات نه، خودم رو چک میزدم سایم و با تیر. این چیزی که گوش میدی شده آینده قاتیش، به خودم قول دادم و زدم صحنه رو آتیش که بکشم بیرون تش از این مارکت فاشیست که همه آرزوام سوخت توش، جوری که برام دوده هاریزون و جوک بودش. گفتم میکشم بیرون حقم و از حلقونش، کی ساخت رپ از این پسر دردونه. کیارب با یه پست خبر از آهنگ جدیدش داد به اسم آریگاتو و که آهنگسازیش با اشکان کاغان خواهد بود. سلامون زده پای تخت نه بلکه کل کشور، پس در خدمت ای باب جل دست پر یه چشمش من کنی چیوا. تو هم ایتری این که کارنی والا، دنبال لینک کارنی والا، رب شده رینگ تای تو چوانا. مجهول با یه استوری خبر از ترک جدیدش داد به اسم بیخیال، ترک الماس از مستر کیارش و کاوه. آروم بات میدم رد واسم، دیدم پرد شده حواسم، زول بزن تو چشو خودم فقط، چشاتم میدونی الماسم، میخوام فقط بشم. ترک مترسگ از اسمین. حواس خواستم برداری سلام تشدیدم که تو رو این در طول دردام زیاده که وجب میارم واسه اندازش کرد. ترک حقایق از سزاوار. میشنوی پاپ واقعی رو اکف ترون، اونجا که تره چشاپه پولم توی میدون، آدماش و بالا با حاله تو زندون، همه تو رو کود فمن تو گخوری ارکو تو کجا. و در آخر ترک کلاب هاوس از وایزی. از نو صبح آنلاین جلواز خوب فایلم داری میکشید هایلایت به چه شده تای در یک میشه با تو زر شاجه رو پات میدن فکر شده بد توی سره منم اینو باز میگم.
خوبیم بود از اخبار اپی این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. نظری انتقادی پیشنهادی دارید حتما کامنت کنید که خونده میشه و اگه جای تغییر باشه حتما انجام میشه. خلاصه دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. دوباره اشاره میکنم که سابا داره کمتر میریزه، پس اگه دوست دارید ساب باشید یا ساب کردید ریخته حتما ساب کنید که خیلی حمایت بزرگی از ماست. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی و سون.